ملی‌گرایان مردم‌گرا، کارگروه رسانه. بزرگترین افسانه پردازی تاریخ معاصر ایران. مقاله ای از امیر طاهری درباره افسانه کودتای 28 مرداد. هنگام نوشتن از جوامع غیر غربی در قرن گذشته یا پیشتر از آن، بسیاری از مورخان و مترجمان کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی یکی از دو نگرش را اتخاذ می‌کنند. نگرش نخست را می‌توان زیر عنوان امپریالیسم متکبر توصیف کرد. در این نگرش گفته می‌شود هر چیز خوبی که در جوامع غیر غربی رخ می‌دهد ناشی از عملکرد سخاوتمندانه قدرت‌های غربی است که مأموریتش عمران و صدور تمدن به جوامع عقب افتاده است. مردم چنین جوامعی به عنوان بومیان معرفی می شوند که خودشان نمی توانند شرایط بهتری را برای خودشان مهیا کنند. نگرش دوم را می توان امپریالیسم گناهکار خواند که در آن هر رخداد بدی که برای بومیان اتفاق می افتد خطایی است که از سوی استعمارگران و یا قدرت‌های امپریالیستی حادث شده. در این دیدگاه بومیان هرگز به خودشان آسیبی نمی‌رسانند و هرچه است از طرف استعمار است. میهن‌پرست ایران، محمد مصدق و کودتای تراژیک انگلیسی آمریکایی. کریستوفر دیبلیک، انتشارات هارپر، نیویورک و لندن. برای دهه‌ها بحث در مورد ایران در ایالات متحده و اروپای غربی منجر به چیره شدن اندیشه امپریالیسم گناهکار شد. در قلب این اندیشه افسانه‌ای وجود دارد که یک اشرافزاده پیر نقش مرکزی را در آن بر عهده دارد. افسانه از این قرار است که در اوت 1953 یعنی مرداد 1332 سازمان سیا یک کودتا را برنامه ریزی و هدایت کرد که منجر به سرنگونی دموکراسی و دولت منتخب ایران شد و این عمل آمریکا راه را برای به قدرت گرفتن آخوندها در 26 سال بعد هموار کرد. قهرمان این افسانه نیز دکتر محمد مصدق است که برای بار دوم در سال 1331 یعنی 1952 توسط محمد رضا شاه پهلوی به نخست وزیری منصوب شده بود. این افسانه تقریبا یک دهه پس از رخدادهایی که در آن اعتبار سازمان سیا در خلیج خوکا حمله شکست خورده به کوبا خدشه‌دار گشت متولد شد. زمانی که سازمان سیا به شدت دنبال ایجاد یک اتفاق موفقیت آمیز بود. ولی سازمان اطلاعاتی بریتانیا به آمریکایی‌ها اجازه نداد تا همه دستاوردها را به تنهایی از آن خود کند. کریستوفر دیبلیک، نویسنده کتاب میهن پرست ایران، تلاش کرده هر دو هم طرف آمریکایی و هم طرف انگلیسی را راضی نگه دارد. از همین رو نسخه آمریکایی کتاب تیتر دومی تحت عنوان کودتای تراژیک انگلیسی آمریکایی دارد، اما تیتر دوم نسخه انگلیسی مختصرتر است، یک کودتای تمام انگلیسی. بر پایه افسانه‌ای که توسط نویسنده این کتاب تکرار شده، مهره اصلی کودتا کرمیت روزولت است که اگر دیبلیک به نقش وی واقعا باور داشته باشد، نابغه است در حد هنرهای شعبده بازی، چرا که او در تاریخ 19 ژوئیه به تهران می رسد و در فاصله فقط یک ماه مصدق را سرنگون می کند و بعد راهی لندن می شود تا با چرچیل نهار بخورد. برای کمک به کرمیت روزولت در این حادثه ماجراجویانه سیا امکاناتی در اختیار داشت، از جمله کنت لاو گزارشگر نیویورک تایمز و یک خبرنگار آزاد ایرانی تبار از یونایتد پرس. در سال 1977 یعنی 1356 شمسی به واسطه دوستم احمد تهرانی سفیر ایران در آفریقای جنوبی با کرمیت روزولت در تهران دیدار کردم.
این آمریکایی به ایران آمده بود تا یک بیوگرافی از شاه بنویسد که قرار بود از آن روایتی مصور نیز برای دانش آموزان مدارس تهیه شود. وی بعداً نظرش را تغییر داد و با استفاده از فرصت کتابی نوشت که در آن خودش را قهرمان اصلی این ماجراجویی معرفی کرد و کریستوفر دیبلیک هم در کتاب خود همان را تکرار می کند. تصویری که دیبلیک از ایرانیان مخالف مصدق ترسیم می کند کاملا هراسناک است. وی طرفداران مصدق را مردم یا توده های خلق خطاب می کند و همزمان مخالفان او را زاغ نشین های قلم داد می کند که در برابر کابینه وزیر ایستادند که از فرانسه دکترایش را گرفته است. دیبلیک نمیتواند تصور کند حداقل برخی از ایرانیان عادی مصدق را دوست ندارند. او میگوید فقط کودنها و مباشران و مزدوران هستند که علیه دکتر هستند. زمانی که ساختمانها و مغازه ها توسط طرفداران مصدق به آتش کشیده میشوند، از آن به عنوان نشان دادن خشم خلق نام برده میشود. اما وقتی مخالفان مصدق علیه او راه پیمایی می کنند، دیبلیک آنان را اغتشاشگر خطاب می کند. وقتی دکتر مظفر بقایی کرمانی از مصدق پشتیبانی می کرد، از سوی دیبلیک به عنوان یک جوان ناسیونالیست معرفی می شود. اما وقتی همین بقایی علیه مصدق تغییر جهت می دهد، به او صفات دیگری اطلاق می کند. ارزل و اوباش، فتنگر. حالان که بقایی دکترای فلسفه اخلاق از دانشگاه تهران داشت. او عضو پارلمان بود و رهبر حزب زحمتکشان و در کل یک روشنفکر بسیار محترم به شمار می رفت. با کمی تلطیف باید عرض کنم که افسانه مصدق و روح ضد آمریکایی او مانند پنیر سوئیسی پر از سوراخ و حفره است که کریستوفر دیبلیک هم نمیتواند همه آنها را نادیده بگیرد. اجازه بدهید به این ادعا که سازمان سیا در دموکراسی که در ایران حاکم بود دخالت کرده است بپردازیم. حقیقت این است که ایران دارای دموکراسی نبود، ولی یک پادشاهی مشروطه داشت که در آن شاه دارای حق انتصاب و عزل نخست وزیر بود. تا سال 1953 میلادی یعنی 1332 خورشیدی، شاه که از سال 1941 یعنی 1320 خورشیدی به پادشاهی رسیده بود، حدود 10 نخست وزیر را عزل و نصب کرده بود. از جمله مصدق که دو بار توسط شاه به نخست وزیری منصوب شد که بار اول خودش استعفا داد و بار دوم عزل شد. همچنین بین سال 1332 تا 1357 خورشیدی که شاه به تبعید رفت، وی 12 نخست وزیر دیگر را عزل و نصب کرد. اما هیچ یک از این تغییرات و عزل و نصب ها به عنوان کودتا قلمداد نشد، بلکه کاملا هم قانونی بود. هیچ کدام از جابجایی های نخست وزیران کودتا حساب نمی شود، چون کاملا قانونی بوده اند. و این عزل و نصب ها در ماهیت و شکل ایران به عنوان یک دولت ملی تغییر نمی داد. جالب است بدانیم مصدق خودش هرگز حق شاه در عزل نخست وزیر را به چالش نکشید. همانطور که دیبلیک نشان می دهد، مصدق در طول دادگاه خود ابتدا ادعا کرد که نسبت به صحت فرمان شاه مبنی بر عزل او شک داشته است. خود مصدق هرگز و در هیچ کجا ادعایی نکرده است که آمریکایی‌ها نقشی در پایان دادن به دوران نخست وزیری وی داشته‌اند. دیبلیک برای نشان دادن مصدق به عنوان یکی از نخستین لیبرال‌های خاورمیانه، مردی که پایه‌گذار نوعی آزادی بود که نمونه اش فقط در اروپا و آمریکا وجود داشت، تلاش فراوانی به خرج داده است. مشکل اینجاست که در روند ترقی حرفه‌ای مصدق به عنوان سیاستمدار که بیش از نیم قرن را در بر می‌گیرد، از حاکم ایالتی و وزارت کابینه تا در نهایت نخست وزیری، هیچ استنادی برای به تصویر کشیدن او حتی به عنوان یک لیبرال دست چندم یا آنچه به طور کلی تداعی کننده این اصطلاح لیبرال باشد در دست نیست.
در اینجا دیبلیگ از مصدق درباره یک رهبر ایدئال نقل می کند که کسی است که هر حرفش مورد قبول مردم است و از آن پیروی می کنند. وی می افزاید درک او از دموکراسی می تواند همیشه در رابطه با تصورات سنتی رهبری اسلامی باشد که بر اساس آن جامعه مردی با خصوصیات برجسته را انتخاب کرده و هر جا که آنها را هدایت کند از او دنبال روی می کند. این تعریف درباره رهبر ایدئال کلمه به کلمه می تواند درباره مرحوم آیت الله خمینی باشد که اگر به او دموکرات می گفتند آن را اهانت به خود حساب می کرد. مصدق در دوران نخست وزیری شخصیت خود را به عنوان یک اقتدارگرای کامل نشان داد. صرف نظر از اصل مسئولیت جمعی موجود در مشروطه هیچگاه در یک جلسه کامل هیئت وزیران تا پایان نماند. او مجلس سنا را تعطیل و مجلس شورای ملی را منحل کرد. او یک انتخابات را پیش از آنکه همه کرسی‌های مجلس مشخص شود نادیده گرفت و اعلام کرد که خودش حکم خواهد کرد. او شورای ملی پول را منحل کرد و دادگاه عالی را برچید. در اواخر این چنین دوران نخست وزیری بود که همه دوستان و متحدانش از او بریدند. برخی از قدیمی‌های پارلمان مانند ابوالحسن حائری زاده به دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشت تا با دخالت خود به دیکتاتوری مصدق پایان دهد. در اکثر دوران نخست وزیری او تهران تحت مقررات منع رفت و آمد و خاموشی در شب یعنی حکومت نظامی سپری شد و همزمان صدها تن از مخالفان او زندانی شده بودند. با چنین اوصافی آیا مصدق آنگونه که کریستوفر دیبلیگ ادعا می کند واقعا مرد ملت بود؟ نویسنده کتاب در اینجا نیز تصویر دیگری از مصدق ارائه می دهد. شاهزاده مصدق، زمیندار بزرگ و نوه یکی از پادشاهان قاجار جزو آن هزار فامیلی بود که صاحب ایران بودند و بر آن حکومت می کردند. او و همه فرزندانش توانسته بودند تحصیلات عالی گران در سوئیس و فرانسه داشته باشند. فرزندانش خدمتکار فرانسوی داشتند و وقتی بیمار می شدند برای درمان به پاریس یا ژنو فرستاده می شدند. دیبلیگ حتی اشاره می کند که مصدق اگرچه غیر قابل باور به نظر رسد اما احتمالاً یک معشوقه فرانسوی داشته است. یک بار که مصدق در داخل کشور تبعید شده بود کلی خدم و حشم با خود برد، از جمله آشپز مخصوص وی. دینشسون از مصدق به عنوان یک فئودال ایرانی ثروتمند و مرتجع نامی برد که محرک وی نفرت متعصبانه اش علیه انگلیسی ها بود. البته درباره تنفر وی علیه انگلیسی ها جای تردید است. دایی وی فرمان فرما شازده قاجار تقریبا 4 دهه یکی از متحدین مهم بریتانیای کبیر در ایران بود. مصدق در خاطراتش می نویسد که او در نخستین منصب خود به عنوان والی فارس با کنسول انگلیس دست در دست مانند برادر کار می کردند. به عنوان میهن پرست نیست، مصدق یک الگوی قانع کننده نیست. بر اساس خاطرات خود مصدق، وی در پایان تحصیلات حقوق در سوئیس تصمیم گرفت در آنجا بماند و تبعه سوئیس شود. او عقیدش را زمانی تغییر داد که به او گفتند برای دریافت تابعیت سوئیس باید 10 سال صبر کند. در همان زمان فرمان فرما دایی مصدق در ایران یک پست خوب برای وی تضمین کرد که او را به بازگشت ترغیب نمود. این ادعا که مصدق یک لیبرال سکولار بود نیز به استناد برخی از بیانیه‌های خودش رد می شود. دیبلیگ از او نقل می کند هر کسی که اسلام را فراموش کرده است جایگاه و شرافتی ندارد و باید کشته شود.
روابط نزدیک او با اسلامگرایان از جمله فدایان اسلام که نخست وزیر پیش از وی حاج علی رزمالا را به قتل رساندند دلیل نگرانی بسیاری از طرفداران مصدق بود. همچنین این ادعای کریستوفر دیبلیک که مصدق از توطئه قتل رزمارا خبر داشت نیست فقط بر شایعه و سخنان تند مصدق استوار است که وی گفت من تو را همینجا میکشم، من خون به پا میکنم. این ادعای مصدق در خاطراتش نیست که در خواب یک موجود آسمانی را که احتمالاً امام غایب بوده دیده که از او دعوت میکرد تا زنجیرهای ایران را پاره کند نیز نکته روشن و قابل تأملی درباره طرز فکر وی به دست می‌دهد. نویسنده کتاب میهن پرست ایران همچنین درباره روابط مرموز مصدق با یک خانم پاریسی می‌نویسد و اشاره‌های ناروشن می‌کند که شاید مصدق در این فکر بوده که در فرانسه بماند تا در کنار وی باشد. نام مصدق با جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1330 گره خورده است. اما او حتی عضو آن پارلمانی نبود که صنعت نفت را ملی کرد. طرح مربوطه توسط 5 عضو پارلمان نوشته شده بود که بعداً همه آنان پشت مصدق قرار گرفتند تا نخست وزیر شود و 2 سال بعد هم از او جدا شدند. شاه بود که او را برای اجرای ملی شدن قانون صنعت نفت منصوب کرد. اما مصدق در این راه شکست خورد و همه را علیه ایران شوراند. کریستوفر دیبلیک تلاش کرد تا ماجرای دراماتیک سال 1951 تا 1953 در ایران را به عنوان برخورد ملیگرایی ایرانی با استعمار انگلیس نشان دهد. اما تحمل این ادعا بسیار سخت است چرا که ایران هرگز مستعمره انگلیس نبوده است. شرکت نفت انگلیس و ایران در 5 ناحیه دورافتاده یکی از استانهای کشور حضور داشت که مجموعاً حتی 0.5% از خاک پهناور ایران را شامل نمی شد. در اوج فعالیت این شرکت در مجموع 118 کارمند خارجی حضور داشتند که بسیاری از آنان هندوهای سیک و مسلمان و به عنوان نگهبان یا خدمتکار بودند. با این حساب اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان حتی یک انگلیسی هم در طول زندگیشان ندیده بودند. با این حال دیبلیک ایرانیان را به عنوان بومیان یا شرقی ها در برابر جهان سپید پوست قرار می دهد. البته که ایرانیان خود را سیاه پوست و یا حتی افراد محترم شرقی نمی دانند. آنها خود را آریایی و از این نظر از انگلیسی ها برتر می شمارند. دیبلیک اصلا نمی تواند قبول کند که ایرانیان مخالف مصدق ممکن بود که از خودشان دیدگاه و استراتژی داشته باشند. او می نویسد نمایندگان مخالف پارلمان توسط سیاه تحریک شده بودند تا اعتبار رفراندومی را که مصدق به دور از روند قانونی برگزار کرده بود زیر سوال ببرند. او میگوید وقتی که دکتر منطقی حرف میزد مخالفانش داد و فریاد میکردند. وی تظاهرات خیابانی طرفداران مصدق را نمایش خشم خلق مینامد، اما تظاهرات مخالفان مصدق را با برچسب آشوبگران و اغتشاشگران تخطئه می کند. دیبلیک در کتابش بارها از عزل مصدق به عنوان یک کودتای نظامی یاد کرده، در حالی که فراموش کرده که هرگز هیچ واحد نظامی در تظاهرات خیابانی مشارکت نداشت تا دکتر را مجبور کند که مخفی شود. در آن زمان مصدق وزیر دفاع بود و خود را فرمانده کل نیروهای مسلح نیز اعلام کرده بود. یکی از بستگانش تیمسار تقی ریاهی رئیس ستاد ارتش بود و یکی دیگر از بستگانش محمد دفتری رئیس پلیس بود. نیروهای سراسر کشور و تجهیزات آنان تحت کنترل انحصاری خود مصدق قرار داشت. بعدی که از طرف شاه برای جانشینی مصدق به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود، فضل‌الله زاهدی فرمانده بازنشسته‌ای بود که پس از آنکه مصدق برای
سر وی جایزه تعیین کرد مخفی شده بود. زاهدی زمانی ظاهر شد که مصدق مخفی شده و مقاومت علیه وی به موفقیت رسیده بود. دیبلیک از این رویدادها به عنوان نقشه برای بازگرداندن شاه یاد کرده است. اما شاه نه کنار رفته بود و نه خل شده بود که نیاز باشد او را دوباره به قدرت برگرداند. خود مصدق سرسختانه از اینکه پایان سلطنت را اعلام و خود را به عنوان رئیس یک نظام جمهوری احتمالی بنامد امتناع کرده بود. شاهزاده پیر قاجار روی کردی غیر جدی و شوخ به همه چیز داشت. اولویت نخست او گویی سرگرم کردن خود بود. او صاحب نظران خارجی را در حالی که در بستر دراز کشیده بود و تظاهر می کرد حالش خوب نیست به حضور می پذیرفت. به نوشته دیبلیک مصدق در جریان محاکمش تیمسار آزموده دادستان ارتش را به کشتی گرفتن دعوت می کرد و می گفت اگر من نبردم سرم را می زنم. یکی از ترفندهای مصدق تظاهر به اعتصاب قضا بود چون مخفیانه قضا می خورد. این قضیه در یک مورد موجب خشم همسرش شد. همسر مصدق بالش او را بلند کرد تا خوراکی های مخفی شده زیر آن را به گزارشگری به نام محمود کشاورزیان که برای مصاحبه آمده بود نشان بدهد. اما چرا به ادعای دیبلیک آمریکایی هایی که به مدت 3 سال از مصدق پشتیبانی کرده بودند ناگهان تصمیم گرفتند او را از قدرت خلع کنند؟ دیبلیک چنین پاسخ می‌دهد: در آمریکا قوانین بازی سیاست در دورانی که سناتور جو مک‌کارتی کمونیست‌های مشکوک را مورد پیگرد قرار می‌داد زیر پا گذاشته می‌شد و فرصت مناسبی بود تا برای دفاع از ارزش‌های آمریکایی یک زور بازو در خارج نشان داده شود. دیبلیک عدم شناخت خود را درباره سیاست‌های آمریکا در دهه 50 میلادی هنگامی به نمایش می‌گذارد که ژنرال آیزنهاور را جنگجویی توصیف می‌کند که دستکش‌های جنگ سرد را درآورده است. دیبلیک عدم شناخت خود را درباره سیاست‌های آمریکا در دهه 50 میلادی هنگامی به نمایش می‌گذارد که ژنرال آیزنهاور را جنگجویی توصیف می‌کند که دستکش‌های جنگ سرد را درآورده است. او مدعی می‌شود که برادران دالس، جان فوستر وزیر امور خارجه و آلن رئیس سازمان سیا یک زوج جاسوس جنگی بودند که می‌خواستند نام مصدق را به عنوان بازیچه حزب توده که طرفدار شوروی بود تخریب کنند. اذعان می‌کنید که چنین انگیزه‌ای بسیار سخیف است. داستان و مدیح سرایی کریستوفر دیبلیک درباره مصدق بیش از هر چیز به دلیل عدم تحقیق و بررسی فکت‌ها پر از اشتباه است. نام‌های بسیاری را غلط استفاده می‌کند. از آن لمتون افسر اطلاعاتی انگلیس در تهران تا مشتبه میلوهی رهبر فدایان اسلام با نام مستعار نواب صفوی. متاسفانه به نظر می رسد دیبلیک هیچ چیز درباره صدها کتاب و هزاران مقاله‌ای که درباره رویدادهای ایران نوشته شده نمی داند. او فرض را بر این گذاشته که ایرانیان نمی توانند هیچ روایت معتبری از تاریخ خود ارائه کنند. دیبلیک می گوید هر زمان که دکتر اعتصاب قضا می کرده اشتهایش همیشه بر او چیره می شده. قضیه مصدق بیش از نیم قرن به درازا کشید. تاریخ ممکن است او را به عنوان کودکی ناز پرورده بنگرد که هرگز بزرگ نشد. برند پوپولیسم منفی وی ممکن است دهه ها قبل اغواگر بوده باشد. اکنون اما دست کم عجیب و غریب به نظر می رسد. افسانه کودتای آمریکایی ها علیه مصدق چنان در برخی محافل آکادمیک و سیاسی تثبیت شده که هر نقدی بر آن توهین به مقدسات پنداشته می شود. یک مبلغ قدیمی این افسانه پروفسور آروند آبراهامیان از چهره های معتبر ایرانی آمریکایی است که به تازگی از این واقعیت گله کرده است که پس از 40 سال از زندگیش که
تلاش کرده نام شاه و پدرش را تخریب کند، شاهد آن شده است که مردم در خیابان‌های ایران به ارواح آنها درود می‌فرستند و می‌خواهند که به کشور برگردند. شاید برکناری مصدق از نخست وزیری توسط شاه، آنچه که کودتای مرداد خوانده می‌شود و نزد ایرانیان به 28 مرداد معروف است، یک اقدام اشتباه بود. اما رویدادهایی که به این اقدام منجر شدند نشانگر انجام یک کودتا نیستند. نگاهی به هر دیکشنری که می‌خواهید بیاندازید. حداکثر حذف یک جناح در اداره کشور توسط جناح دیگر را شاید بتوان کودتا نامید. ممکن است مصدق حتی بهترین چیزی باشد که بشریت به چشم دیده است، ولی واقعیت این است که او هر کسی را علیه خود برانگیخت و قادر نشد یک استراتژی برای هدایت ایران از بحران ارائه دهد. می توان شاه را که مصدق را خوب می شناخت سرزنش کرد که چرا او را به نخست وزیری منصوب کرد. شاه می دانست که دکتر پیر اگرچه رهبر کاریزماتیک اپوزیسیون به شمار می رفت، ولی یک رئیس دولت ناتوان بود. این دکتر پیر که یک شاهزاده قلباً خودشیفته بود، خیلی ساده برای بوروکراسی و کارهای دولتی و روزنامه خواندن و شرکت در جلسات و مذاکره و حل مسائل و غیره وقت نداشت. کریستوفر دیبلیک می‌نویسد: بدون سقوط مصدق، تاریخ ایران خوشبخت‌تر می‌بود. ممکن است این طور باشد، اما برخی ممکن است بگویند این تاریخ بدون اشتباهات مصدق خوشبخت‌تر می‌شد.